بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. بینندگان گرامی تلویزیونی جهانی هادی، سلام و ادب ما را پذیرا باشید. امیدوارم که در جمعه دیگر از پنجره برنامه مصباح الهدا مهمان نگاه های شما باشیم. همون گونه که می دانید در آستانه اربعین حسینی قرار داریم و امسال هم ما جزو جاماندگان زائران مشتاق حسینی هستیم. ما گرچه نتوانستیم توفیق تشرف به حریم امام حسین علیه السلام رو پیدا کنیم، ولی به قول حافظ گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. ما از هر جایی که هستیم با دلمان با امام حسین علیه السلام پیوند برقرار میکنیم. اربعین، عاشورا، این مناسبت ها بهانه است تا ما دوباره این تجدید عهد کنیم، تجدید پیوند کنیم با اولیای دینمون، با امام حسین علیه السلام و یاد و خاطر اونها را، آرمانهای مقدسی که اونها جانهای عزیزشان را فدای اونها آرمانها کردن به یاد بیاریم و ما هم در حد توان قدم برداریم برای تحقق اون آرمانها و اون اهداف مقدس. خب در جمعه دیگر در برنامه مصباح الهدا طبق روال معمول در برنامه عوامل کسب توفیق در زندگی در خدمت مهمان بزرگوار استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی هستیم. اجازه بدهید سلام عرض کنیم. جناب استاد سلام علیکم. اگر قبل از آغاز بحث با بینندگان محترم سلام علیک بفرمایید، بعدش بحث رو در خدمت شما آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر حضرت عالی و بینندگان محترم برنامه مصباح الهدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که مسیر موفقیت رو همه بتوانند، خصوصا بینندگان عزیز ما، در زندگی مقابل خواه هموار ببینند. همچنین عرض تسلیتی دارم به خاطر فرارسیدن ایام اربعین سرور و سالار شهیدان امام حسین سلام الله علیه. بسیار عالی، خوشحالم که در خدمت شما هستیم. سلام. اجازه بدهید من گذشته از برنامه را خدمت بینندگان محترم عرض کنم. در این برنامه در قسمت های گذشته در موضوع عوامل کسب توفیق عوامل رو استاد بزرگوار مطرح کردن و در این برنامه بحث شد. برای یادآوری من اون رو مرور میکنم. خود آگاهی و خود اراده بود، کار و تلاش، تفکر، دعا، نصیحت پذیری، دینداری و عمل حسن و عمل احسن از عواملی بود که در این برنامه بحث شد و آشنایی با این عوامل و عمل به این عوامل و همراه شدن با این عوامل زمینه های رسیدن ما را به موفقیت و کسب توفیق را همراه میکنه. خب استاد گرامی، قطعا با توجه به این که جلسه آخر بحث ما هست در این موضوع، در این جلسه عوامل دیگری را که هنوز فرصت نکردیم بحث کنیم در خدمت شما هستیم. که تا جایی که وقت اجازه میده بفرمایین که چه عوامل یا عامل دیگری میتونه ما را در رسیدن به توفیق یاری رسان باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جزء عواملی که باز از روایات اهل بیت علیهم السلام قابل استنباط هست و میتونه آدمی رو به وادی موفقیت و کسب توفیق برسونه، قطعا جانب احسان رو رعایت کردن در قبال والدینه. احسان به والدین. بله. به همون اندازه و میزانی که انسان حرمت گذار جانب والدین باشه، پدر رو حرمت بگذاره، مادر رو احترام کنه، در زندگی روی موفقیت رو میبینه. هم در روایات توصیه شده و وقتی هم که ما عالم خارج و بیرون رو نگاه میکنیم، یعنی سوا و جدایی از این که حضرات معصومین چی فرمودن و چی گفتن در این زمینه، وقتی آدم نگاه میکنه انسانهای موفق بیشماری رو میتونه از ذهن بگذراند که اینها یک سبب توفیق اینا در زندگی اینه که به پدر و مادر احسان کردن. از یک بزرگی سوال شد، با اینکه شما یک روستازاده بودی، در روستا زندگی میکردیم، اما چی شد که از همه هم دوره های خود رو جلو زدی، توانستی قله های اجتهاد رو فتح کنی که بماند، به مرجعیت هم دست یافتی؟ بله. گفت خیلی تلاش ها شده، خیلی زحمت ها کشیده شده، اما او شاه بیت فعالیت هایی که من انجام دادم مر به این سرمنزل رسون اینه که حرمت پدر خود رعایت کردم. نقل میکنه که شبی پدرم به حجره ما آمده بود، هنگام برگشتن شب سرد تاریکی شده بود، وسیله هم غالبا نبوده در اون ایام. میگه اصرار کردم که پدر شب همراه ما در حجره بماند، پدرم ماند. وقتی که خواستم بخوابم هر کار میکردم احتمال میدادم که شاید پایم طرف پدر دراز بشه و میر خیلی دوست نداشتم پدر باشه و پایم طرف پدر دراز باشه. میگه تا صبح خواب به چشم من نیامد، یا اگر خوابیدم همون حالت نشستم خواب برد. پدر که متوجه شد برام دعا کرد، گفت هر چه دارم از همون دعای پدره که امروز در حق من مستجاب شده. و دین ما هم به این احسان به والدین و یک خب یک اصلی که همه میفهمن، هر کسی در هر جایگاهی هر رتبه علمی داشته باشه، بی سواد و کم سواد و با سواد، این مسئله رو میفهمن که انسان لازمه و بالوالدین احسان رو در زندگی هوای پدر و مادر رو داشته باشه. قرآن تأکیدی و اینه، میگه به پدر احسان کنید، به مادر احسان کنید، حرمت اونها رو نگاه دارید. بله. در چند جای قرآن هی داره این مسئله رو به ذهن انسان نزدیک میکنه. اگر بحث شکرگزاری خداست، میگه انش کرلی، پشت بند این مسئله میگه حال که آمدی از خدا تشکر کردی، پدری داری، مادری داری، انش کرلی ولی والدیک، از پدر هم تشکر کن، باید تشکری از مادر هم داشته باشی. حتی در مقوله عبودیت هم و بحث توحید هم ما میبینیم خدای متعال نه در یک جا، در چهار جای قرآن حداقل همین مسئله رو میاد توضیح میده، تبیین میکنه. صحبت از توحید که میشه، بله. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین و بالوالدین احسانا، توصیه به احسان به والدین میشه. بسیار تعبیر عجیبی در این آیه به کار رفته، یعنی نحوه بیان این آیه به گونه است. خب این سوال خلق میشه که با توجه به این که ما یک سری آموزه های بسیار بسیار مهمی در دین اسلام داریم، خب توحید که بالاخره در رأس همه آموزه های دین اسلام هست و از همه مهمتر است، محور سنگ آسیاب دین اسلام بالاخره توحید هست، همه آموزه ها باید منتهی شود به همین توحید. بله. بعد از این توحید بلافاصله به جای اینکه مثلا حرف از توسعه به نبوت کنه، به امامت کنه، به امعات کنه، به نماز و به روزه و به حج و اینها، بلافاصله با همون لحن و قضا ربک ان لا تعبد الا اياه میگه و بالوالدین احسانا، یعنی بنده بله. خدا باشید، فقط خدا رو بپرستید و به پدر و مادرتون نیکی کنید. خب این سوال ایجاد میشه که چی ویژگی و خاصیتی داره که چنین جایگاهی پیدا کرده این آموزه، یعنی احسان بله. و نیکی به پدر و مادر؟ احسان، خیلی سوال خوبه.
از دیدگاه های مختلف شاید انسان بتونه قسمتی از پاسخ رو در قبال ایصال حضرت عالی مطرح بکنه. وقتی نگاه میکنیم والدین محبت نو نسبت به اولاد همسنخ و همجنس محبتی که خدا به بندگان داره، خدا بندگان رو دوست داره و این دوستی و یک طرفه است. محبت خدا نسبت به ما بندگان به شرط عبادت هم نیه. خدا همه رو دوست داره، هم او کسی که اطاعت میکنه هم او کسی که معصیت میکنه. بله، خدای متعال وقتی که داره به مردم محبت میکنه، این محبت محبت یک سویه است، محبت طرفینی نیست. محبتی هم که از جانب خدا اعمال میشه در قبال بندگان، توقع در کناریونیه. محبت طرفینی، حالا خارج از بحث است، ممکن این سوال ایجاد شود که فرمودید خدا یک طرفه فقط محبت میکنه، یعنی میشه امکان داره مثلا کسای بندگانش باشه که خدا را نشناسه، چی برسه به اینکه بعد از خداشناسی حق و حقوق خداوند با جا بیاره ولی مشمول رحمت و لطف خداوند باشه؟ بله، هر روز ما در نماز میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان او رحمت عام و فراگیر الهیه، هم شامل مؤمن میشه هم در حق غیر مؤمن قابل عمل شدنه. برعکس رحیم، رحیم یعنی رحمت خاص، خط ویژه رحمت الهیه، همون که فرمود و کان بالمؤمنین رحیما. اما رحمانی رقم نیست، هم به آدم مسلمان میرسه هم به غیر مسلمان. نقل میکنن که حضرت ابراهیم علیه السلام بسیار انسان سخاوتمندی بود، سفره‌دار بود. چند وقتی حضرت ابراهیم دید کسی به خانه به عنوان میهمان نمیایه، از خانه به در آمد، دید که یک پیرمردی گوشه ایستاده، از او تقاضا کرد که آقا سفره پهنه، بیا بریم، رواق منظر چشم ماشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. این رو با خود آورد، دعوت کرد سر سفره نشان، غذای آماده تعارف کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، آنوش جان که گفت آه الله کیه، رحمان چیه، رحیم کیلو چنده و تعبیری، من اینا رو نمیشناسم. ابراهیم گفت یعنی تو کافری؟ گفت بله من مشرکم. او رو از خانه به در کرد که من نون به مشرک نمیدم. نقل میکنن که خدا به حضرت ابراهیم وحی کرد که ابراهیم ای پیرمرد هر روز از ما روزی دریافت میکنه، شکمی رو سیر میکنه، نه یک وعده، چندین بار رزق و روزی او رو میرسانیم و نشده در این 60 سال 70 سال عمر یک بار به رخ بکشیم که خب تو رزق خدا رو میخوری دیگری رو عبادت میکنی. به تعبیر امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفهمن یعبدو یاکلون رزقه و یعبدون غیره، نون خدا رو میخونن اما خدمت به غیر خدا میکنن. درست. خدا گفت ابراهیم ای کافر، ما بری نون میدیم، تو خواستی یک وعده قضا بری و بدی، عقیدی رو به رخ کشیدی. ابراهیم مجددا رفت دنبال او رو بر سر سفره به یک شکلی نشاند، قضا رو که خوردن سوال کرد که جناب ابراهیم اول ما رو خواستی بعد بدر کردی، باز دوباره به دنبال ما آمدی و بعد شکم ما رو سیر کردی، علت چیه؟ حضرت ابراهیم ماجرا رو مطرح کرد که چنین خدایی دارم من، به من گلایه کرد که ما همیشه بری و رزق و روزی رو میرسانیم، تو قرار شد یک وعده نون بدی به رخ کشیدی عقیده باطلی رو. گفت چقدر خدای مهربانی داری ابراهیم، من هم دوست دارم بنده همین خدا باشم. بله، خط رحمت ویژه الهی داریم و خط عمومی رحمت داریم. خب ارتباط این ویژگی از خداوند که به همه رحمت عام شامل همه می شود، خب چی ارتباط پیدا میکنه با پدر و مادر؟ بله. نسبت به اولاد. بله، عرض میکردم میشه انسان بین محبت خدا و محبت والدین یک نوع همسنخیت همگونی مد نظر بگیره. خدا محبت یک سویه از طرفینی نیه، یعنی ابتدا او داره محبت میکنه به ما، توقعی هم نداره که در قبال این محبت، در قبال این همه نعمت بخشیم و بیام عبادت را بکنیم. نیازمند نیاز هم نیاز نداره. نیاز نداره. خب اگر انسان بخواهد از جنس این محبت خدا در بین بندگان خدا پیدا کنه، یکی رو میتونه در بین پیغمبران با امت ببینیم که امت به پیغمبران بد میکردن اما
پیغمبر با نهایت دلسوزی و مهربانی میگفت یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. خب چرا ای قوم ما، ای فامیل ما در مرا اینقدر آزار میدین؟ یعنی پیغمبران آزار میدیدن اما محبت خرج بندگان خدا میکردن. علاوه بر این سنخ محبت، جای دومی که باز رابطه بین انسان ها تقریبا به همین شکل هست، رابطه بین فرزندان و والدین. والدین به این جهت به ما فرزندان محبت نمی کنن، دستگیری نمی کنن، رشد نمی دن که خب یک زمانی پیر شدن من عصایی ها بشم. به این جهت به ما امکانات نمی دن که یک زمانی که خود اینا دست اینا خالی شد چشم اینا به دست ما بوده باشه. نه، محبت اونها یک سویه هست، بدون توقع هست. هم فرزند خوب دوست دارن، هم فرزند بد رو دوست دارن. البته فرزند بهتر، فرزندی که مطیع اونها هست، قطعا میتونه سهم بیشتری از محبت والدین رو کسب کنه. لذا از همین جهت در این آیه شریفه و آیاتی که تقریبا شبیه او هست، ما میبینیم که بعد از مهمترین اصل بنیادی تمام ادیان توحیدی که خود توحید هست، بله، خدای متعال آمده مردم رو توجه داده است به احسان به والدین. یعنی مایه بگه که همین محبتی که والدین به فرزندان دارن خرج میکنن، خدا هم به شما هزینه کرده. جالب اینجاست که ما در قرآن یا در دیگر متون دینی بسیار کم میبینیم که توصیه شده باشه که پدر و مادر به فرزندها احسان کنه یا محبت کنه. بله. ولی برعکسش بسیار بسیار زیاد هست. بله. خب البته این بحث بحث پردامنه ای هست و با توجه به اینکه ما اکثر موضوعات دیگه ای رو باید بحث کنیم. بله. اگر اجازه بدهید مطلب دیگری اگر مانده که در همین قسمت بفرمایید. بله. اگر پس اینو بفرمایید و بعد بریم سراغ ادامه بحث. چون شما فرمودید ناظر به همین فرمایش حضرت عالی، عرض کنم به ما فرزندان توصیه شده است و بالوالدین احسان و هوای پدر و مادر رو داشته باشید، اما از طرف والدین چنین توصیه‌ای به مفرزن نشده. چرا؟ چون خود اینا انجام بدن. بله. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خب پدر مادر همی رقم هستن. ادبیات دین و معارف اسلامی در خصوص والدین در قبال فرزندان زبان اکرام است. فرمودن اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم. بله. ناظر به تربیتشان. بله. هست. بله. آنقدر پدر و مادر دارن به فرزندان دلسوزی میکنن که گاه قرآن به تعبیری داره از سرعت اونها کم میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. پدر مادر، تو که در اینقدر زحمت میکشی بری اولاد، حواس تو جمع باشه که این محبت اولاد تو رو از یاد خدا غافل نکنه. یعنی به یک شکلی پدر و مادر کنده با سرعت تمام دارن در این وادی حرکت میکنن، خدا میگه کم آهسته تر برو. بله. ترمز کن، با احتیاط برو. بله. این نکته رو هم خواستم در قبال فرمایش شما بود. خب دیگر چه عاملی هست که در رسیدن ما به کسب توفیق با موفقیت میتواند که دخیل باشه، نقش داشته باشه؟ از عوامل دیگه ای که انسان میتونه در همین ردیف او رو تبیین کنه، اینه که انسان از استفاده کنه از تجربه های دیگران. تجربه چیز خیلی خوبیه، البته به شرطی که تجربه صحیحی بوده باشه، تجربه موفق. چون تجربه ها گاه متاسفانه بیشتر جاهلانه است. بله. کارهای غلطی بوده، دیگران انجام دادن، ما هم همین رو به عنوان سرمایه اجتماعی تجربه کنیم، ما هم متاسفانه به ترکستان بریم. اما گاه تجربه بر اساس عقل، بر اساس اندیشه است، تفکر در اون مایه این تجربه رو تشکیل داده. خب انسان اگر بیایه از تجربه دیگران بهره بگیره، مسیری که اونها با مشقت پیمودن اما تمام سختی ها تلخی ها رو کنار کشیدن و بعد اون مواردی که جزء لغزشگاه ها بوده، جزء پرتگاه ها بوده که ما از اونها خبر نداریم، اینو دارن با کمال محبت این لغزشگاه ها و پرتگاه های مسیر رو برای ما تذکر میدن. دیگه ما به این دره قرار نمیگیرم، دیگه این پرتگاه نمیتونه تهدیدی بوده باشد برای ما. مسئله عامیانه ای هست که خوشبختا در سر دیگران میبینه و بدبختا در سر خود.
خب این بدبخت ها به خاطر این است که تجربه دیگر ها استفاده بله نکردن و یا ای که اصلا ندیدن یا ای که اگرم دیدن به اونها توجه نکردن. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمان گران دیگران را ارزون بخرین. تعجب کردن آقا چی را دارم کی گران میخره که باز من برم از او ارزون بخرم؟ بله هر که جنس رو بخره به هر قیمت تازه بالایی هم یک چیز اضافه میکنه، نمیشه گران بخره ارزون بده. امیر المؤمنین فرمودن مراد من تجربیات دیگران است. تا به این مسئله رسیده خون دلها خورده، بله من جرب المجرب شده، حال یک مشکلاتی رو او تحمل کرده. بدون تحمل این مشکلات تو میتونی از فکر او، از رأی او، از نظر او استفاده کنی. یعنی تجربه های دیگران رو که اونها به سختی به دست آوردن، ای بسا قسمتی از مسیر و عمر رو از دست دادن، اما حال همین پدری که مثلا عمری از او گذشته، ماحصل تجربیات زندگی 60 سالی خود در اختیار فرزند 20 ساله خود قرار میده. او گرون خریده اما بله. داره ارزون در اختیار ما میده. اتفاقا وقتی که ما به تاریخ بشر نگاه میکنیم در ابعاد مختلف، تاریخ علم، تاریخ هنر، یا مثلا در ابعاد فردی همین کار و کسب های کوچیک اینها دارن، بله. اینها آنچه که فعلا انسان و بشر در اختیار داره حاصل همین تجربه های گذشته ها هست که بله. اینها روی همدیگر انباشته شده و انباشته شده و برای ما شما بسیار، برای او کسایی که اینها رو به دست آوردن با قیمت عمرشان به دست آمده، یعنی بسیار بسیار گران، اصلا نمیشه براش قیمتی در نظر گرفت، ولی برای منی که این تجربه رو در اختیار دارم واقعا مفت و مجانی بله. در اختیارم قرار گرفته. در روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند از مواردی که زمین ساز توفیق در زندگیه بهره جستن از تجربیات دیگرانه. من التوفیق بله. حفظ التجربه. این تجربیاتی که با خون دل آدم به دست آورده، اگر اینها رو بیاید در زندگی برای ساخت زندگی به کار بگیره، این قطعا میتونه عروس موفقیت رو در بر بگیره و استفاده کنه از تمام بهره هایی که در موفق شدن انسان میتونه این بهره ها رو داشته باشه. شما یک اشاره کوتاه فرمودید، حالا این سوال جایش هست که پرسیده شوه. آیا خب یک سری کسایی هست که تجربه های ناموفقی داره، آیا ما صرفا از تجربه های موفق می توانیم برای رسیدن به توفیق استفاده کنیم، یا ای که او تجربه های ناموفق و کسایی که او راه ها رو رفتن و برگشتن و سرشان به سنگ خورده، از اونها هم ما می توانیم یک درسایی بگیریم؟ از همونها هم انسان اگر خواسته باشه می تونه پله بسازه و پلی بسازه برای دست یافتن به تجربه های صحیح. بله. همون کلامی که ای بسا در ذهن غالب مردم نقش یافته که از لقمان پرسیدند که ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. انسان بله متخلق، انسان تربیت یافته، از کجا؟ به پیش کی درس خوندی؟ کدوم معلم تو رو تربیت کرده؟ گفت یکی از معلم های بزرگ ما افراد بی ادب بوده. گفتن چطور بی ادب معلم و مربی و مرشد تو باشه؟ گفت بله، هر کاری که اونا میکردن من عکسی رو انجام میدادم، خلاف اون میامدم انجام میدادم. حالا ایده ای هستن تجربیات غلط دارن، مثلا در کورس رقابت منفی و سر میبرن، گرفتار تقلید کورکورانه شدن، چشم هم چشمی دارن، فلانی ایت وسیله ای داره، فلانی این رقم خانه ای داره، این رقم پرده ای داره، این رقم چوکی ها و مثلا موبل هایی داره، ما بریم این همیر مثلا استفاده کنیم. خب اگه انسان دستی و باز باشه و اینها به دردی بخوره، استفاده کردن از او خیلی مهم نیست و مشکل نداره که انسان بیا از این تجربه استفاده کنه. اما بله. گاه متاسفانه دست ما کوتاه و خرماور نخیل است. امکانات اقتصادی من در زندگی به من اجازه نمیده که مثل دیگرا بخورم، مثل دیگرا بپوشم، مثل دیگرا زندگی کنم. باید انسان به همون کم خود قانع بوده باشه. اینجا انسان میتونه از تجربه تلخ دیگرانی که چشم هم چشمی کردن، نگاه به زندگی دیگران داشتن، یا اصلا چشم اینو به دست مردم بود، و بعد آدم ببینه که اینا چقدر بی عزت شدن، چقدر بی حرمت شدن، چقدر اینها افراد بی عز و قرب شدن در بین مردم، خب ما اکثر انجام بده. این هم تجربه هست بله. اما به شکل معکوس، با تعبیری همون که میگم مهندسی معکوس بله. بکنه، اینجا هم انسان اینجا هم به همین صورت هست. بسیار عالی.
امیدواریم که ما بتوانیم از تجربیات موفق زندگی در دیگران در زندگی خود استفاده کنیم تا ما هم با اون پله های ترقی نزدیکتر شویم و زندگی آرام و موفقی داشته باشیم. خب اگر اجازه بدهید یک میان برنامه رو همراه مخاطبان گرامی ببینیم و دوباره ادامه بحث را در خدمت شما باشیم. خب بینندگان محترم، یک میان برنامه ای رو با هم میبینیم و برمیگردیم. رسید انتظار آخرای سرورم، محیای دیدار پیغمبرم. اگر مادرم نیست در کربلا، بود روی دامان زهرا سرم، به سوی حرم یا سرورم. از این در خدمت دوستا باشیم تا ببینیم از کجا آمدن، کجا میرن و قصد نیتشان چی هسته. یک نفر شما رئیس کاروان کیه؟ خب آقای سجادی خودش معرفی بکنه، اول ببین از کجا آمدن و چیکار میکنن و قصدشون چی است. برای سلام علیکم برای تمام بینندگان عزیز، ما از ولایت خندر آمدیم. سجلیل هاشمی. سجلیل هاشمی. بله 102 نفر از کاروان ما از ولایت خندر آمدیم. 102 نفر. بله. اسم کاروان ما جواد الایم است. کاروان جواد الائمه علیه السلام از ولایت قندهار. بله بله ولایت قندهار. چه رقم آمدین؟ مسیر آمدنتون چه رقم بوده؟ اول آمدین مشهد، آمدین هوایی، آمدین زمینی؟ نه، از قندهار حرکت کردیم سمت هرات. زمینی آمدیم، از هرات هم مشهد مقدس، دو شب مشهد بودیم، باقیشم آمدیم اینجا نسیم عظیم کربلایم دیگه. چرا زارین این زمان انتخاب کردن برای زیارت؟ اون سفر عشق، سفر عشق اربعین حسینیه باید همین زمان بود. دفعه چندومی تصمیم؟ دفعه می هفتومی من یکی میرم. دفعه چندومی چست؟ این هم بعضی هاشن دو دفعه شده، سه دفعه شده، بعضی هاشن باری اولی شنه سفر عشق میرن، چون سفر عشق سفر اربعینه. چی دیدی از حال و هوا و بالاخره خدمت شما را شد احساساتی حیاتی که آوردی بین را تا اینجا چی دیدی از این چیزایی هست که ما باید کشارتونی؟ بله اینا دوست دارن کربلا برن، همیشن که اسم کربلا رو میبردیم بین را، همیشن گیره میکردن. بعضی هستن عشق داشتن که برن کربلا هستن، اصلا صبح پیش از نماز میگفتن ما میخیم بدون وایزه رد شیم. میگفتم نرین، بالاخره عشق دارن، همیشن عاشق حسینن، شیعه نمیشن باید عاشق باشن، عاشق همین قسمت که میرن. قاری صاحب شما؟ قاری حکمت الله یکی از مدعی کاروان جواد الرحیم است. مدعا هست؟ بله. یعنی ماشاءالله احسن. شما حالا ما بهشون کار داریم. شما کی هستین؟ بله پیش بیا. ما جلیل احمد هستم، از ولایت قندار آمدیم با زیارت سید الشهدا، آمدیم که زیارت کنیم بخیر. ما محبوب شای علوی هستم از ولایت، محبوب شای علوی از قندهار، بر زیارت کربلا میریم بار اول مایه. بله بله. احساس میکنی چی؟ دیگه با اصلا احساس میکنم که خواب میبینیم یا بیدارم، اصلا یک چیز. بله. قبل تصاویر دیده بودی جایی دیگه؟ عکسایش دیده بودی؟ نه دیگه، هنوز نرفتیم اون طرف پایی. عکسایش دیده بودی؟ با تلویزیون. بله بله عکسایش دیده بودیم. بله. ما شعیب احمد هستم، از قندهار آمدیم. آره. چی که ما چه حسی بالی داری؟ یک بسیار هوای عشقی ها، نه تمام هر کدام چیز داره که بره هر بلا برو. خب قاری صاحب، اگر دوست داشته باشین یک چند بیتی، چند شعری بخوانید، با هم لهجه قنداری خودتون بخوانید. آها، با هم لهجه قنداری خودتون بخوانید. درسته. وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا، وا حسینا، نا قافل سالار بلا که مرا میبری، قافل سالار بلا
که مرا میبری از سر نشی پدرم و کجا میبری از سر نشی پدرم و کجا میبری چی کنم با دلم چی کنم با دلم مانده اینجا دلم مانده اینجا دلم مانده اینجا دلم وا حسینا وا حسینا سینه سوزان مرا تو نمک میزنی سینه سوزان مرا تو نمک میزنی همه مظلوم مرا تو کتک میزنی همه مظلوم مرا تو کتک میزنی همه هم را مزن همه هم را مزن همه هم را مزن او بود جان من او بود جان من وا حسینا وا حسینا وا حسینا جسم شریفی شهدا به زمین ماندن جسم شریفی شهدا به زمین ماندن بر بدن بی سرشان از پا راندن بر بدن بی سرشان از پا راندن آن بدن آی پاک آن بدن آی پاک آن بدن آی پاک شده غلطان بخاک شده غلطان بخاک وا حسینا وا حسینا بینندگان گرامی دوباره خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم اجازه بدید همینجا در قبل از اینکه بحث رو آغاز کنم و در خدمت مهمان بزرگوار برنامه باشم پل ارتباطی برنامه با شما عزیزان رو اعلام کنم شماره واتسابی مثبت 964 780 255 4013 شما می توانید دیدگاه های خودتان رو انتقادی اگر دارید پیشنهادی اگر دارید از همین شماره و از همین طریق با ما در میان بگذارید دیدگاه های شما برای ما بسیار ارزشمند هست و ما اگر سوالی هم دارید مطرح کنید ما با کارشناسان محترم در میان میگذاریم و پاسخ مناسب رو اگر صلاح دیدید خصوصی یا در شبکه خدمت شما اعلام میکنیم. خب اگر اجازه بدهید ادامه بحث رو پی بگیریم. جناب استاد درباره عوامل توفیق شما نکاتی رو فرمودید، ادامه بحث رو هم بفرمایید. چه عوامل دیگری هست که میتواند ما را به موفقیت برساند؟ بله، جز عوامل دیگری که باز در متون دینی ما به او اشاره شده که زمین ساز توفیق میشه در زندگی اینه که انسان در زندگی اصلا گناه نکنه، تا جایی که امکان هست از گناه انسان احتراز کنه، دوری کنه. بله. دوری از گناه انسان رو قطعا به موفقیت میرسونه. ببخشید، چی ارتباط بین گناه و ترک گناه و موفقیت هست؟ از اسامی که در قرآن برای گناه دیده میشه هوا هست یا اسم هست یا ذنب هست، تعبیرهای قرآنی درباره گناه. بله، آدم بره واژه شناسی میکنه تعابیری که در مورد گناه در قرآن آمده مطرح شده یا در لسان روایات علوی علیهم السلام اونا را آمدن مطرح کردن. خب نگاه میکنیم که این تعابیر هر کدوم به یک شکلی داره او جایگاه اصیل انسان رو نشانه گرفته و او رو از اون اوج به زمین قرار میده. مثلا مگه از اسامی گناه اسمه، اسم یعنی ساقط شدن، ساقط شدن یعنی به اوج بوده فعلا به زمین میخوره. انسان پیش خدا عزیز بود، همین گناه سبب میشه که از چشم اولیاء الهی، از چشم خدا آدم بیفته. بله. اما عکسی او، اگر انسان خیشتندار باشه، خیشتنبان بوده باشه، در مقابل معصیت مقاومت کنه، مثل حضرت یوسف. حضرت یوسف چی رقم شد؟ یوسف مصری چی رقم شد؟ عزیز مصر. یک علتی و همینه، او رو به انواع و اقسام گناه‌های لذیذ مخفیانه دعوت میکردن. قالت هیتلک بری و گفته شد، اما او گفت قال معاذ الله انه ربی احسن مسوای، من هیچگاه تن به چنین گناه‌هایی نخواهم داد.
هیچگاه اجازه نمیدم لکه بی افتی بر دامن پاک من بنشینه. اگر حضرت یوسف رشد کرد به خاطر همین خیشتنداری هایی بود. ماهیت گناه اینه که انسان رو به زیر میکشه. برای گناه در کلام عرب ذنب میگن. برخی از حیوانات هستم دوم دارند. یعنی این دومی که در حیوان هست رو ذنب میآیند میگن. درست. ذنب میآیند میگن. خب حالا گناه رو ذنب میگن چرا؟ چون پس لرزه داره، دنباله داره. یک گناه بله قیامت. پیامدهای متعدد داره. یک گناه مثلا انجام شد، یک حرف زد، بعدن همین حرف، همین نگاه، همین کلام، همین رفتار، اینا میتونه سبب بشه که خیلی از خطرات دیگر که سبب دور شدن آدمی از خدا میشه در زندگی ایجاد بشه. لذا اگر کسی بیایه ترک گناه کنه، یه خود به خود به قرب خدا نزدیک میشه. به خدا نزدیک شدن اصل توفیقه. عده ای سوال میکنن که ما باید چیکار کنیم که به قرب خدا برسیم. یکی از بزرگان میگفت این سوال باید اصلاح بشه. چیکار کنیم که به قرب خدا برسیم؟ بله. چیز خوبیه، اما بهتر از اون اینه که ما چیکار نکنیم که به قرب خدا برسیم. چیکار نکنیم که به قرب خدا برسیم؟ یعنی یک بعد قضیه اینم این طرفش هست. بله. عده ای نگاه ایجابی دارن، بله. اما این ظریف نگاه سلبی داره. درست. نه؟ یعنی آسیب شناسانه داره به مسئله نگاه میکنه. قطعا عبادت میتونه آدمی رو به خدا برسونه. ما در کسب حسنات هیچ مشکل نداریم. مثلا بریم و میگن اگر کسی بیایه یک زیارت مبرزا علیه السلام بره، کتب له الجنه، بهشتی میشه نه؟ بله. به زیارت اربعین بره، بتونه امام حسین علیه السلام رو در اربعین زیارت کنه، یا در غیر اربعین خداوند گناهانی رو میبخشه. بریم میگن استعنف العمل، برو دیگه از صفر شروع کن، او گناهان قبلی تو همه پاک شده. این توفیق زیارت امام حسین بارانی بود که بر اقلیم وجود تو بارید و تمام سیاهی ها و تباهی ها رو یک جا شست. حقیقتا هم همین رقمه. ما وقتی خواسته باشیم ثواب جمع کنیم، دست ما پره. خوب ثواب جمع میکنیم. میگن یک خط قرآن که در ماه رمضان بخونی به اندازه یک ختم قرآن ثواب داره دیگه نه؟ بله. آ پیغمبر فرمودن و من تلا فیه آیت من القرآن، یک آیه قرآن بخونی ثواب یک ختم قرآن میگیری. خب چقدر ما ثواب جمع میکنیم؟ اما مشکل ما کجاست جناب جغیدری؟ مشکل از اینجا دیده میشه که ما ثواب جمع میکنیم اما ثواب رو ماندگار نمیکنیم. ثواب در واقع حکایت ما حکایت همو دهقان است که زحمت میکشه و خوشه خوشه و دانه بله. دانه و بند بند جمع میکنه و یک جای بر خرمن میکنه و آخرم یک گوگرد میزنه و بله. تمام دیگه همه رو باطش میده. این همین فرمایش شما و گناه همین حالت داره. بله. در مثنوی هم مطرح شده دهقانی بود که کشاورزی میکرد، زراعت کاری میکرد، محصول رو که جمع میکرد همه قله میشد، همه رو انبار میکرد. بعد از چندین سال گفته که من چقدر گندم دارم، در انبار رو که باز کرد دید خیلی کمه. خدایا من که اینا ور ندیشتم، دزدی سارقی هم به اینها دست بر نزده، چرا کمه؟ نگاه که کرد دید موش دزد به انبانیانه. حالا شاید به انبان اعمال 40 ساله من هم موش دزد بفته دیگه. بله. لذا اولی خواجه دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. اگر انسان ترک گناه بکنه او ثواب بریو میمونه. خب در این موضوع هم باز بحث های زیادی هست، سوالات بسیار مطرح هست، ولی خب متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده. ما دو سه تا موضوع دیگه هم که احتمالا مد نظر جناب عالی باشه که در کسب توفیق مهم هست، اونو هم باقی مانده. اگر اجازه بدهید موضوعات دیگه رو مطرح بفرمایید. عامل چهارمی که در این نوبت به او پرداخته میشه اینه که انسان در زندگی نیت خوشی داشته باشه. در روایت امیرالمومنین میفرمان من حسنت نیتو، هر که نیت خوشی داشته باشه، خوش نیت بوده باشه، خوشبین به خدا بوده باشه، کارهای مردم رو به دید مثبت بیای نگاه کنه، امیدوار به رحمت خدا بوده باشه، نیت پاکی داشته باشه، یعنی بد تینت و بد نیت نبوده باشه، بله. این شخص امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان انسان موفقی میشه.
عده‌ای در زندگی واقعا خوشنیتن، یعنی خیر رو برای همه میپسندن، خدمت کردن به دیگران اگرچه که خودی اونتونه اما دیگری بخواد به او کمک کنه خیلی خوشحال میشه. در روایت داریم که امیرالمومنین بر یک شخص فقیری چند بار خرما فرستادن، چند بار شطور خرما. طرف گفت اینا رو برای کی میاری؟ آفرمودن که برای یک شخص فقیری. گفت نیاز نداره او، فرزند شما مایی به او کمک کنی یک بار شطور بری و خرما بدی بسی اونه. بله. از سری هم زیاده، چرا پنج بار مایی بفرستی؟ آقا به او فرمودن لاک صل الله و امثال کف الناس، خدا مثل تو در بین مردم زیاد نکنه. انا انفق مدارم مدوم انت تبخه، تو داری بخل میبرزی. در عرف ما شما یک مثال میزنیم میگیم شادو میده. بله. شاغولی نمیده. اینجا به همین رقم بود. امیرالمومنین سلام الله علیه این انسان جواد و کریم و سخاوتمند مایی به یک شخصی یک نعمتی رو برسونه. بله. اما یک انسان دیگری که نیت خوشی نداره، نیت پاکی نداره، دست امیرالمومنین رو میگیره. خدا به پیغمبر میگه از چند گروه اطاعت نکو، تبعیت نکو، ولا تطع در قرآن داریم، یعنی از اینو اطاعت نکو. از جمله میگه هر انسانی که مناع للخیر، ما یه کار خیر بکنه اما میاین انگیزی رو میگیرن، او رو بی انگیزه میکنن، دستی رو میگیرن که آقا جان تو پیر میشی و یه بچه هایی که امروز به دورو بر تو هستن اینا کلان میشن، نیاز به زن دارن، خونه ماین، سرمایه ماین، حال تو به دیگران میدی، اینا که بزرگ باشن از کجا میاری؟ اتفاقا ما میبینیم بعضی ها را که انسان های خیری هستن، این خیرین قبلش حتما باید خیراندیش باشن، یعنی نیت نیک و نیکندیشی درباره دیگرها داشته باشد تا این نیتشون و این ذهنیتشون اجازه بده که اینا هم قدمی برداره برای رفع گرفتاری های دیگران، یا میشه تعبیر امروزیش مثبت اندیشی یا منفی اندیشی. بله. بسیار مثلا بحث مهمی هست. اگر انسان اندیشه خوبی داشته باشه، این اندیشه خوب میتونه انسان رو انگیزه هم بده. بل. و انگیزه هم که بود بعد انسان وارد عمل میشه دیگه، نه؟ بل. چون عمل انسان متوقف حداقل بر دو تا چیز هست. اول باید یک اندیشه این عمل انسان رو سپورت کنه و بعد این اندیشه هم متوقف بر یک انگیزه هست. نیت خوب باشه میتونه انسان کار خوب هم انجام بده و این کار خوب و نیت خوب انسان رو در زندگی به توفیقات متعدد میرسانه. این حسنیت یا نیکندیشی خب قطعا یک قسمایی شاید پهلو بزنه به خوشگمانی یا همون حسن زن و سوء زن، که باز هم در اینجا بحثای زیاد مطرح است که متاسفانه وقت ما اجازه نمیده. خب اگر در این باره نکته هست بفرمایید و اجازه بدین عامل آخر رو هم عرض کنم و انشاءالله بینندگان محترم رو به خدا بسپاریم. و او اینه که یکی از موارد بسیار مهمی که زمین ساز کسب توفیق و سعادت در زندگی برای انسان رو فراهم میکنه رفیق خوبه. بلد. اگر انسان رفیق خوبی داشته باشه، هم نشین مناسبی داشته باشه، میتونه انسان به هر جا برسه. عکسی هم هست. بله. خیلی و متاسفانه جایگاهی که داشتن از دست نرفت. چرا؟ چون رفیق بد داشت، ناباب داشت. فردای قیامت خیلی و شکایت میکنن، آه از نهاد اونا بالا میایه، از جمله کسانی که رفیق بد داشتن. در تاریخ داریم که در شأن نزول ای آیه که ما بکنم در مجمع البیان هست که نقل میکنن دو تا رفیق بودن در زمان پیغمبر، یکی مسافرت رفته بود، از سفر که برگشت یک سفره اندا خیلی آرام دعوت کرد از جمله پیغمبر اسلام رو. پیغمبر وقتی که آمدن از غذای او نخوردن و عرب چون مهمان نواز بود خیلی اصرار کرد که بخورن. پیغمبر نوش جان نکردن، فرمودن من فقط آمدم چون ما رو دعوت کردی اما با تو هم غذا نمیشم چون تو کافری. به خاطر که پیغمبر از غذای او نوش جان کنن مسلمان شد. این خبر به گوش رفیقی رسید، آمد گلایه کرد که ما چندین سال با هم رفیقیم، رفاقت داریم، تو چرا رفتی مسلمان شدی؟ تمام اون رفاقت های ما نقش بر آب مگر این که دست از این آیین جدید خو برداری، او پیغمبری که او عزت و احترام کردی بری به او بی حرمتی کنی.
طرفم آمد این همه کارها رو انجام داد. بله. در قرآن در سوره مبارکه فرقان در شأن این شخص این آیات نازل شده است که لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی، من انسان خوب شده بودم. بله. این خورشید اسلام به دل من هم تابید، اما همین رفیق بعد آمد من گمراه کرد. در قرآن این رو میخونیم که خیلی اگر متاسفانه در دره‌های گمراهی و زلالت دست و پا میزنن به خاطر رفیقهای بدیه. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش اصلا خودی رفاقت نمیکردم. درست. ای در زمینه رفیقهای بد، اما عکس، یعنی کسی که همنشین و خوبی باشه، ای همنشین و خوب انسان رو همراه خود به تمام خیرها تمام خوبیها میرسونه. این مثالی که جناب فردوسی مطرح میکنه در روایات هم هست، میگه اگر انسان بیه چند دقیقی به دکان یک عطر فروشی بنشینه، بعد از دکانی که میای بیرون بوی خوش میده، بوی او داروهای خوشبویی که در دکانی بود از مام استفاده میشه، که گفت به انبر فروشان اگر بگذری شود جامعه تو همه انبری. هر که ما ببینه میگه عطر چی زدی، چقدر خوشبوی، حال ای که ما اصلا عطر نزدیم. بله. اما میگه وگر بگذری سوی انگشتگر، از اون نیابی جز سیاهی دگر. اگر انسان انگشت یعنی زغال. بله، با زغال فروش تشد. البته خود لغت انگشت هم در بله. افغانستان بله. رایج جواب برای گفتم شاید برای بعض یا ناشنا بله. باشه. بله. اگر انسان بیای با زغال فروشی نشست و برخواست کنه، به دکان او بره بشینه، ای داره مثلا زغالا رو تبالا میکنه، از این جیب اونجا منتقل میکنه، یه گرد و خاکی رو پرن سفید من میشینه. نه؟ بله. تأثیر داره دیگه. قطعاً. گفت میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. انسان با هر کی بشینه که نه آداب خوی و خصلت ها رفتار گفتار او هم در ما ایجاد میشه. بله. تو جای در ادبیات فارسی وسط حرف شما من اومدم بخوام، در ادبیات فارسی این مسئله بسیار بسیار پررنگ هست، تا جایی که حتی شخصیت انسان رو گره میزنه به اینکه با کیا دوستن. تو اول بگو با کیا زیستی، پسانگه بگویم که تو کیستی. یعنی تو اول معلوم که کی بالاخره بله. دوستایت کی هست، نشست و برخاستایت کی، تا من بفهمم که تو چه بله. قسم آدمی هستی. امیرالمومنین در فرمایش شما عرض بکنم فرمودن المرء علی دین خلیل. خلیله. اگر مردم خواسته باشن در مورد ما قضاوت کنن، رفقام رو نگاه میکنن بله. که رفقام آیا اینا اهل منبع، اهل محراب و منبر و مسجد و تکیه و کارهای خیر هستن. اگر بودن میگم ان شاء الله اینم در همین مسیره. اما اگر رفیقهایی که انسان در زندگی بره خب میای گزینش میکنه، انتخاب میکنه، بی جانشین بودن بس. اونا بدن، اما من هم محکوم به همی بدی هستم. من چشم مردم میفتم. انسانهای فراوانی بودن که در مسیر زندگی به توفیقات متعدد رسیدن. چرا؟ چون همنشین خوشی داشتن. زهیر ابن قین بجلی در کربوبلا با امام حسین هم عقیده نبود، همراه نبود، هم مسیر نبود. بله. امام چیزی رو اعتقاد داشت، او چیزی رو اعتقاد داشت، اما جزء شهدای کربلا شد. امام حسین رو با تمام اعتقاد قبول کرد، هرچه امام حسین دوست داشت او هم دوست می داشت. چه چیزی باعث این تحول شد؟ هم نشین خوب. این هم نشین خوب گاه میتونه یک رفیق باشه، گاه این رفیق میتونه همسر انسان باشه. مصداق کامل همسر انسان هست. بله. کسی که شب و روز انسان با او سر و کار بله. دارد. بره همسر در کلام عرب صاحبه میگن، یعنی بله. کسی که همیشه با انسان مصاحبت همراه میکنه. ولم یتخذ صاحبتن ولا ولدو، یعنی خدا که همسر نداره. حالا این همسر میتونه مسیر موفقیت رو در زندگی بر انسان خیلی زیبا و راحت هموار بسازه و انسان میتونه به کمتره از اون چیزی که دیگران به مسیر کمال رسیدن تحت همین همراهی که با همسر موافق داره به خیر دنیا و آخرت برسه. در دعا، در قنوت نماز ما یه آیه قرآن رو میخونیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. خدای در دنیا به ما حسنه بده، آخرت هم از این حسنه ما رو برخوردار کن، در کناری تو باید اون عذاب آخرتی رو هم از ما دور کنی.
پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه میفرمان ای که حسنه باشه هم در دنیا هم در آخرت چیه؟ میفرمان جزء مصادیق این حسنه اینه که انسان زبانی دیشته باشه که این زبان فقط به ذکر خدا باز بشه، لسانن ذاکر. اگر انسان یک زبانی که باز میشه به حمد و ثنای خدا، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، پیغمبر میفرمه این حسنه دنیا و آخرت تو داره. دیگه چی؟ فرمودن یک قلب انسان دیشته باشه که راضی بوده باشد به رضای خدا، یک دل و جانی دیشته باشد که در ظرف داشتن و نداشتن، چی دستمو پر باشه چی دستمو خالی باشه، بگم الحمدلله رب العالمین، خدای خیلی تو رو دوست دارم. در کنار این دو تا مورد فرمودن قلبا خاشع، یک انسان یک قلب ملایم دیشته باشه، قلبی و سنگی نباشه، قساوت قلب ندیشته باشه. و چهارمین چیز رو فرمودن و امرأتا صالحتا تعینه علی امر دینه و دنیا، یک همسر انسان دیشته باشه که هم به درد دینی و بخوره هم به درد دنیایی. همسران باید دو تا رسالت رو در زندگی انجام بدن، هم گره گشای مسائل مادی زندگی باشن، توقعات خور تعدیل کنن، انتظارا خور یک مقداری بیارن پایین، و هم همین زن باید کمک کننده شوهر باشد برای تحصیل آخرت. عرضم تمام. منطقه البته وقت داریم، حالا خوبه، حالا خیلی خوب رو تصور کردم جنبندی از بحث رو هم با داخل کار اگر بفرمایید، چون جلسه آخر هست، بفرمایید. این میشه حسنه در دنیا و آخرت. درست، همین که انسان یک همسر موافق داشته باشه که هم کار دنیا بکنه هم کار آخرتی بیایه، هم همراه و مدد کاری و در دنیا باشه و هم دوشا دوش او حرکت کنه تا به سوی مقصد کمال در آخرت برسه، پیغمبر فرمودن این همسر میشه همون حسنه دنیا و آخرت. ما خیلی از بزرگان رو میبینیم که اینها اگر به توفیق رسیدن میگن این توفیقات رو مرهونه و مدیونه همسر خواستیم. تفسیر گرانسنگی نوشته، تفسیر گرانسنگی نوشته علامه بزرگوار طباطبایی، که خب این خورشید تفسیر در بین تفاسیر شیعه و سنی میدرخشه، گفت اگر چه صاحب و حسنن در جهان بسیار، آفتاب چه برایت ستاره ننماید. المیزان رو که آدم میای نگاه میکنه در مقابل سایر تفسیرها، سایر تفسیرها رنگ میبازه. خب همین بزرگوار میگه اگه من المیزان نوشتم به خاطر که همسرم من خیلی کمک کرد، به دردم خورد در زندگی. خب قطعا همسر با عنوان یکی از مصادیق دوست، شاید مثلا کاملترین دوست انسان، نقش سترگ در موفقیت داشته باشه. خب جناب استاد، با توجه به اینکه پایان برنامه است، حالا حدود دو سه دقیقه که وقت داریم، اگر کوتاه بفرمایید، این سوال مطرح میشه که خب این دوستی که همه جایگاه داره و میتونه ما را به عرصه موفقیت برسانه یا ما را از عریقه توفیق پایین بکشانه، خب چی ویژگی هایی داشته باشه؟ یعنی چی کسی را ما میتونیم دوست خوب بدانیم و هم با او همراه شدیم؟ حضرت عیسی علی نبی و علیه و علیه السلام میفرماید و دوستی رو برو خود انتخاب کنیم که من یذکرکم الله رؤیتو، این رفیق رو که میبینی به یاد خدا بفته انسان. بسیار کلام جامعی است. بله، انسان این رفیق رو که میبینه به یاد خدا باشه، به یاد معنویت بوده باشه. جزء ویژگی های خوب رفیق و رفیق خوب اینه که در زندگی بیای همو چیزی که هستیم ما رو جلوه بده، این آینه. آینه وقتی که ما مقابلی مستوم چهره ما بزرگتر نمیکنه، البته آینه های معمولی ها. بله، اگر مثلا در یک طرف صورت انسان یک خال باشه، لکه‌ای بوده باشه، یک مثلا سیاهی بوده باشه، دیگه تمام صورت رو سیاه نشون نمیده و ریز هم نمیکنه، بزرگ نمایی نمیکنه، نه بزرگ نمایی داره نه واقع نما هست و بزرگ نمایی نمیکنه. رفیق باید واقع نما بوده باشه، همین که قرار هست ما رو به خدا برسونه، یذکرکم الله رؤیتو باشه. یکی از ویژگی‌های اینه که همون چی به اندازه بود باید نمود، خجالت نبردان که ننموده بود.
این رفیق حقایق و واقعیات رو بیای به انسان نشان بده. برخی هستن متاسفانه اینا کار سراب رو میکنن، سراب نما هستن، حقیقت رو به انسان نشون نمیدن. رفیق خوب چنین رفیقیه که انسان او رو میبینه به یاد خدا باشه، از نشست و برخواستر کردن با اون دین انسان جان بگیره، معارف رو انسان بهتر بفهمه و در کل رفیقی که انسان رو با خدا و دین و پیغمبر و قرآن آشنا کنه بهترین مورد برای دوستی است، رفیق عاقل اگر انسان داشته باشه. بسیار عالی، بهره بردیم. سلامت باشید. موضوعات مهم مطرح شد، انشالله که برای بینندگان محترم هم مفید باشه و ما با عملی به این آموزه ها و اینکه اینها را آویزه گوشمون قرار بدهیم بتوانیم زندگی از نظر خداوند و خداوند هم راضی باشه به قول شاعر که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار خوش، یعنی حاصل ما یک زندگی داشته باشیم که حاصل اون خوشنودی خداوند و رستگاری ما باشه. اگر سخن پایانی هست بفرمایید، وگر نه اجازه بدید که عرض ندارم، فقط آرزو میکنیم که خدای متعال آنچه که گفتیم رو انشالله مورد رضایت خود قرار بده و توفیق عمل به روایات و آیات قرآن رو به حق حضرات معصومین به همه ما و شما ارزانی بداره. الهی آمین. خب بینندگان محترم، بسیار سپاسگزاریم که در این چند قسمت برنامه ما را همراهی کردید و انشالله همراه همیشگی تلویزیون جهانی هادی باشید. خدمتگزاران شما در این رسانه تمام سعی و تلاششون بر این هست که از این پنجره معارف دین رو به شما عرضه کنه و زمینه آشنایی شما مخاطبان عزیز و فارسی زبانهای محترم را با معارف دین فراهم کنه و از همینجا ما محتاج عرض میکنیم که محتاج دعای شما هستیم، محتاج همکاری و همراهی شما هستیم. اگر عده‌ای از مخاطبان شبکه فارسی زبانهای محترم صدای ما را و تصویر ما را از سرزمین کربلا از عتبات عالیات میبینند و میشنوند، همینجا عرض میکنیم که نایب زیاره ما باشند و نایب زیاره همه بینندگان محترم باشه. شمایی که توفیق حضور در سرزمین معشوق در کربلای معلا و نجف اشرف و دیگر عتبات عالیات رو پیدا کرده اید، چی بهتر که اون لحظه های ناب رو هم سهیم کنید دیگران را و از طریق گوشی موبایلتون رسانه باشید برای تلویزیون جهانی هادی تیوی، از همین طریق شماره مثبتی 964-780-255-413 که هم واتساپ با همین شماره فعال هست و هم تلگرام با همین شماره فعال هست، شما می توانید هدیه های گرانبه های برای شبکه خودتان و برای مخاطبان ما بفرستید. خب در پایان برنامه عرض میکنیم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.